خب بچه در حالتی که حد وجود نداره دقت کنید این نمودار رو خوب دقت کنید خب بچه این در واقع همون حالت یک ما هستش در حالتی که در واقع حد وجود داشته باشه ولی با هم دیگه برابر نباشه ملاحظه کنید وقتی با مقادیر در واقع بیشتر داریم به آن نزدیک میشیم در واقع وقتی زنقادیر بیشتر به آن نزدیک میشیم حد ما به سمت L1 میره بنابراین Fx ما اینجا به سمت L1 میره و زمانی که با مقادیر کمتر از A نزدیک میشیم حد ما به L2 میره و ملاحظه میکنیم که L1 و L2 با هم دیگه برابر نیستن بنابراین توی این حالت لیمیت f زمانی که x به سمت a از راست یعنی مقادیر بیشتر از a نزدیک میشیم برابر با l 1 هستش و لیمیت Fx زمانی که x میل میکنه به سمت a از چپ که در واقع همون مقادیر کمتر از a هستش این برابر با l 2 هستش و میبینیم که این l 1 و l 2 با هم دیگه برابر نیستن و چون با هم دیگه برابر نیستن پس تو این حالت حد وجود ندارد و چون حد وجود نداره بنابراین توی این حالت حد نداریم چون که حد چپ و راست با هم برابر نبودن پس این یک حالتی از در واقع بچه همین قسمت یک ما که حد راست و چپ وجود داره ولی در واقع با هم دیگه برابر نیستن در حالتی که حد راست